سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 29 ماه اسد سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 22 آگست سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. گزارش های تازه درباره تغییر در نتایج انتخابات پارلمانی. جان باختن 36 تن در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در ولایت کندهار. با هشدار وزیر امور داخله پاکستان به هراس افغانان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بررسی های کمیسیون مستقل انتخابات نشان می دهند که 9 تن کرسی هایشان را در مجلس نمایندگان از دست خواهند داد. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات که خواست نامش گرفته نشود با طلوع نیوز می گوید کسانی که کرسی هایشان را در مجلس نمایندگان از دست خواهند داد نمایندگان ولایت های هرات، هلمند، زابل، پکتیکا، فاریاب، بدخشان، سمنگان و بغلان هستند. این مقام کمیسیون مستقل انتخابات می افزاید که نتیجه بررسی های این کمیسیون درباره آوردن تغییر در نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان فردا اعلام خواهد شد. این مقام کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از حذف شدن نام های 9 تن از نمایندگان بر حال مجلس در نتیجه بررسی های این کمیسیون خبر می دهد که پیش از این بر بنیاد حکم دادگاه ویژه انتخاباتی و قرار قضایی دادگاه استیناف کابل 62 نامزد ناکام در نتایج نهایی انتخابات پیروز اعلام شدند. بر بنیاد بررسی های کمیسیون مستقل انتخابات، 9 تنی که کرسی هایشان را در مجلس نمایندگان از دست خواهند داد، از ولایت های هرات، زابل، هلمند، پکتیکا، فاریاب، بدخشان، سمنگان و بغلان خواهند بود. با آنکه این مقام کمیسیون مستقل انتخابات از کسانی که به این مجلس معرفی خواهند شد و نیز کسانی که کرسی هایشان را در مجلس نمایندگان از دست خواهند داد نام نمی برد، می گوید که نام های آنان به روز یکشنبه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهند شد. اگر کمیسیون مستقل انتخابات در ترکیب مجلس نمایندگان تغییری بیاورد، رئیس و اعضای این کمیسیون و نیز رئیس و اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به دادگاه کشانیده خواهند شد. شمار از نمایندگان مجلس با ابراز این مطلب میگویند یگانه راه حل برای رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دفاع از قانون و یا هم کنارگیری از مقامش است. هیئت اداری مجلس نمایندگان آمدن هر گونه تغییر را در ترکیب این مجلس برای مجلس نمایندگان پذیرفتنی نمیداند و میگوید که بر بنیاد گفته های رئیس کمیسیون مستقل انتخابات وی از سوی رئیس جمهور زیر فشار قرار دارد. هیئت اداری این مجلس تاکید میورزد هر فیصله که در نتیجه فشارها صادر شود بنیاد قانونی ندارد و برای این مجلس پذیرفتنی نیست. بحث ما بحث اشخاص نیست، موقف شورا یک موقف اصولی، قانونی، مشروع، ملی و دینی هست و انشاءالله که همه نمایندگان منتخب ملت افغانستان بر پای این موضع خواهند بود و اهداف شومی که علیه خانه ملت و علیه دموکراسی در افغانستان شکل گرفته این اقدامات را ناکام خواهند ساخت. من منت معنوی صاحب سر خبر دارم که معنوی صاحب یا استعفا ورکه یا چې څه په قانون کې لیکلي دي قانوني اجراءات به کوي او د قانون نه به دفاع کوي که نه یې ولسي جرګه به ستا په باره کې خپل قوي غبرګون خپل د ولس په ملاتړ معلوموي. کمیسیون انتخابات بارها و بارها سریع و روشن اعلام موضع کرده است که پروسه انتخابات پایان یافته است. کمیسیون انتخابات هم صلاحیت ایجاد تغییر در نتایج انتخابات را ندارد. همین کمیسیون میخواد اعلام بکنه که ما داریم جامعه زخم میپوشیم. معنی این سخن چی است؟ معنی این سخن این است که کمیسیون انتخابات اگر چون اقدامی انجام بدهد کاملا یک کار غیر قانونی انجام بدهد. در همین حال شمار از نمایندگان میگویند که فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با آوردن تغییر در ترکیب مجلس نمایندگان ثابت می کند که فیصله های قبلی این کمیسیون درباره نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان تقلبی بودند. جناب معنوی صاحب، اگر شما بپذیرید تغییر در اجزای شورای ملی و اینا مطمئن باشین که محکمه دیگری به خاطر به محکمه کشاندن اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی تشکیل خواهد شد. مردم افغانستان هر دو گفته متناقض را قبول کنند. هر کدامش که دروغ باشه، غیر قانونی باشه، غیر حقوقی باشه،
آقای معنوی را به یک محاکمه آماده می سازد. هیئت اداری مجلس نمایندگان میگوید که محروم شدن شماری از نمایندگان از عضویت مجلس برای مجلس نمایندگان مهم نیست. مهم این است که با این کار قانون شکنی از سوی زورمندان در کشور ترویج می‌یابد. این استوارا در حال صورت می‌گیرند که ریاست عمومی سارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مساکرات از عبدالظاهر قدیر عضو مجلس نمایندگان برای رئیس ائتلاف حمایت از قانون می‌خواهد تا برای پاسخگویی به این نهاد حاضر شود، زیرا عبدالظاهر قدیر با قاچاق مواد مخدر متهم شده است. این نهاد به وزارت امور پارلمانی و ریاست دارالانشای مجلس نمایندگان نیز در این باره نامه فرستاده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات میگوید که بر بنیاد نامه های شماره 87/31 و 87/32 مورخ 24 ماه اسد که از سوی ریاست عمومی سارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات به ریاست دارالانشای مجلس نمایندگان و وزارت امور پارلمانی فرستاده شدند، عبدالظاهر قدیر درباره اتهام قاچاق مواد مخدر باید به این نهاد پاسخ گوید. اونا را مقطعی مکاتیب خواستند که در اینجا به خاطر ارائه توضیحات بیشتر در ارتباط به موضوعی که نکاس افاده آمد باد که گویا اینا دخیل هستند در قاچاق مواد مخدر به مرکز عدلی قضایی فراخواندند. خواستیم نظر عبدالظاهر قدیر عضو مجلس نمایندگان و رئیس ائتلاف حمایت از قانون را نیز داشته باشیم، اما با چند ساعت انتظار در نزدیک دفتر آقای قدیر و با تماس‌های مکرر تلفنی موفق به دریافت معلومات در این باره نشدیم. با این همه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات انتظار دارد که عبدالظاهر قدیر برای پاسخگویی حاضر شود. شورای نامزدان معترض یک بار دیگر خواهان عملی شدن هر چیز زودتر قرار قضایی دادگاه استیناف شده است. اعضای این شورا میگویند که پس از فیصله قضا جای دیگر برای فیصله دیگر وجود ندارد. آنان می افزایند که اگر قرار قضایی دادگاه استیناف بدون تغییر عملی نشود، بحران گسترده‌ای در کشور پدید خواهد آمد. اعضای شورای نامزدان معترض میگویند که اگر قرار قضایی دادگاه استیناف بدون تغییر از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عملی نشود، مشروعیت نظام و نهادهای قانونی زیر پرسش خواهند رفت و نیز این کار بحران بزرگی را در کشور به میان خواهد آورد. ما از طریق رسانه ها به مردم افغانستان اعلان میکنم، ما و دوستای ما که اینجا نشستن، خواهرها و برادرای ما، که تا این لیست مکمل نباشه، سلطان زوی یا هیچ کس دیگه در لیست نیمه مکمل که بجز از لیست محکمه باشه، ما هرگز اشتراک نخواهد کردیم و هرگز قدم نخواهد گذاشتیم. در صورتی که از این فرمان رئیس جمهور آقای معنوی و یا کسانی که در کمیسیون انتخابات حضور دارن برداشت غلط میکنن و یا تغییرات را میارن، ای از نظر ما شورای نامزدان معترض افغانستان کاملا یک تخطی بزرگ و تخطی سریع در مقابل قانون شرعی و قانون نوافذی کشور اسلامی افغانستان بوده. شورای نامزدان معترض با صدور قطعنامه خواهان عملی شدن فیصله های قضا از سوی قوای اجرایه شدند. در قطعنامه گفته شده است کوچکترین معامله و تغییر در فهرست 62 نفری نامزدان برنده باعث بحران بزرگ خواهد شد و نامزدان معترض به مبارزاتشان ادامه خواهند داد. به نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در ولایت کندهار 36 تن جان باختند. رئیس ترافیک ولایت کندهار میگوید که این بس مسافربری بامداد امروز هنگامی که از شهر کندهار به کابل میرفت در بلسپالی دامانین ولایت واژگون شد. در این حال مسئولان شفاخانه میرویس ولایت کندهار میگویند که در این رویداد 36 تن جان باختند و 25 تن دیگر زخم برداشتند. یک موتر نو 303 ساعت 3 بامداد هنگامی که از ولایت کندهار به سوی کابل در حرکت بود، در ولسوالی دامان ولایت کندهار از جاده منحرف و واژگون شد که در نتیجه تمامی سرنشینان این بس که همه ایشان غیر نظامیان بودند کشته و زخمی شدند. مسئولان شفاخانه میرویس کندهار میگویند که 36 تن در این رویداد جان باختند و 26 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان شفاخانه ولایت کندهار علت افزایش تلفات را ناوقت رسیدن مسئولان به محل رویداد میگویند. ترافیکی حادثه را کولا به میرویس حوزوی روختون و جراحی سنگی تا در شپول بشو شاوخوا زخمیان او رسی ویدی شدا در سهر در سلور بجو شاوخوا سفش روسی ویدی بیا ترگوست پوری دوام لری او هم دارنگا در پینزه جو شاوخوا جسدون را رسی ویدی شدا اکثریتی در سخت تکون لعمل پر لاری ساور کرده و ساعت دو نیم بس حرکت کرد یک بس خیر بودم کل مردم خدا خیر اون موتر و خیر برا داره یک وقت نفهمیدیم فکر
مگر دون که در موتر چی پپیق است فکر کنون که در شفاخانه است. خانه میره در رخصتی آمان شب داده مانی در مشهد بلی تکت کردیم موترمان جا خور پجه بود یک سال دونیم بجه بود حرکت کردیم یک سال نرفتم که موترت پیش رفت چپه شد. من پس لغنه تقریبا نیم ساعت پومزه که پراتو سوک چپ بازخواست نکاو چه مونگ جا که شبخانه در روختون تم راو نور دولتی چارواکی هم نرازی ردن نه پولیس و نه اردو و هیچ سوک هم نوال. در همین حال ریاست جمهوری با پخش خبرنامه و با اظهار تأسف به وزارت صحت دستور داده است که برای درمان زخمیان این رویداد به گونه‌ای جدی تلاش کنند. گفته می شود که در میان قربانیان این رویداد زنان و کودکان نیز هستند. درگن فشار در شهر هرات دو افسر اردوی ملی کشته شدند و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. فرمانده پلیس ولایت هرات میگوید که این رویداد صبح امروز در ناحیه پنجم شهر هرات انجام رخ داد که یک ماین رهبری شونده از راه دور یک موتر نیروی اردوی ملی را آماش قرار داد. این انفجار هنگام رخ داد که موتر افسران اردوی ملی از شهر هرات به سوی قلوردوی 207 ظفر در حرکت بود، اما هنگامی که به نیمه های جاده منارههای هرات رسید از دو حلقه ماینی که در یک سه چرخه کارگزاری شده بود یکی انفجار کرد، اما یک ماین بزرگ دیگر که گفته می شود یک خسته توپ اوبوس بوده است منفجر نشد. در همین حال مسئولان شفاخانه حوضوی هرات می گویند که وضعیت سه تن زخمی شدگان این رویداد نگران کننده است. وقتی که از گلای داور می خورد یک زرنج سه چرخ که استاده بوده با کنترل ریموت کنترل ماین ها چیز مواد انفجاری که آبی در داخل همین موتر بوده انفجار میکنه. همزمان با این ریاست امنیت ملی هرات از بازداشت یک گروه چهار نفری هراس افکن در شهر هرات خبر داد. ولی هرات میگوید که این افراد 14 انفجار در این ولایت را سازماندهی کردند. افراد متذکره اعتراف کردند که اینا در یک مدرسه که به نام مدرسه ملا طیب یاد میشه در حجری کویته برای ساختار ماینای کنار جاده تربیه و تعلیم دیدند و به هرات فرستاده شده بودند. پس از سپردن مسئولیت های امنیتی شهر هرات به نیروهای افغان این اولین حمله هراس افکنانه در این شهر است که قربانی بر جای گذاشت. نیروهای هوایی افغانستان به اندازه پیشرفت کرده است که برخی از امانیات های مهم از سوی نیروها راه اندازی می شوند. مشاور امریکایی نیروهای هوایی افغانستان می گوید که نیروهای هوایی افغانان نه تنها در عملیات ها بل آموزگاران آنان در روند آموزش این نیروها نیز سهم می گیرند. در این حال وی بر آموزش پیشتر پیلوت های افغان تاکید می ورزد. خوشبینی ها درباره پیشرفت های نیروهای هوایی افغان. مشاور امریکایی نیروهای هوایی در کشور میگوید که هرچند نیروهای خارجی از 10 سال به این سو در افغانستان حضور داشتند، اما بازسازی نیروهای هوایی افغانستان از 3 تا 4 سال پیش آغاز شده است. او از دست آورده این مدت سخن میگوید. نیروهای هوایی افغان خوب پیشرفت می کنند. آنها امروزه نه تنها در عملیات ها شرکت می ورزند، بل آموزگاران آنان در روند آموزش این نیروها نیز سهم می گیرند تا بتوانند در چند سال دیگر آمادگی لازم را برای انجام این کار داشته باشند. از سوی هم وی بر آموزش بیشتر پیلوت ها در افغانستان تاکید می ورزد و می گوید که این پیلوت ها باید توانایی آموزش دهی را به دیگر کارمندان هوایی افغان به دست آورند. Today there are 53 aircraft in the Afghan Air Force inventory. نیروهای هوایی افغان مکنون 53 فروند هواپیما دارند که از این میان 9 تایان چرخبالهای مای 35 جنگی و متبقی هواپیماهای اکمالاتی هستند. این هواپیما در فرودگاه کابل، شیندند، هرات، مزار و کندار جابجا شدند. شمار این هواپیما تا 4 سال دیگر به 145 خواهد رسید. این گفته ها در حال ابراز می شوند که وزارت دفاع ملی همواره از جامعه جهانی خواسته است تا نیروهای امنیتی افغان را با هواپیماهای جنگنده مجهز سازد. ادامه خبرها. وزیر امور داخلی پاکستان هشدار می دهد که با عاملان حمله بر کماندوهای این کشور در شهر کراچی با مشای آهنین معامله خواهد شد. رحمان ملک می گوید که عاملان این رویداد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند و به کیفر اعمالشان خواهد رسید. در این حال مقامات پاکستانی می گویند که خشونت ها در شهر کراچی ادامه دارند و شمار کشته شدگان قتل های سازمان یافته در 4 روز اخیر نزدیک به 80 تن رسیده است. کراچی مانند روزهای پیش امروز نیز گواهی نارمی ها بود. مقام های پاکستانی می گویند که در 24 ساعت اخیر نزدیک به 30 تن آماج حمله های مردان ناشناس در این شهر قرار گرفتند و از پا در آمدند.
در همین حال وزیر داخلی پاکستان در واکنش به کشته و زخمی شدن بیش از 40 کماندوی این کشور در یک حمله مردان ناشناس میگوید که عاملان این رویداد به کیفر اعمالشان خواهند رسید. از سوی دیگر باشندگان شهر کراچی میگویند که ترس و وحشت فضا این شهر را فرا گرفته است و نیروهای امنیتی در برابر این نارامی ها خاموشی اختیار کرده اند. اوضاع به اندازه خراب است که تنها در 12 تا 24 ساعت گذشته چندین تن کشته شدند. ما نمیدانیم که عاملان این قتل ها کی ها هستند، از کجا می آیند و در کجا می روند و پنهان می شوند. باشندگان کراچی نگران هستند. آنان از ترس جانهایشان از خانه هایشان بیرون نمی شوند. من نیز ترسیدم، زیرا مردان مسلح ناشناس شاید اینجا نیز بیایند و مرا برو بایند و یا هم بکشند. دقیقا هیچ امنیت وجود ندارد. در همین حال مقام های امنیتی پاکستان می گویند که ردیابی عاملان قتل های سازمان یافته به شدت ادامه دارد. هرچند شهر کراچی سالهای پیش نیز گواهی نارامی های قومی، مذهبی و سیاسی بوده است، اما آگاهان نارامی ها و خشونت های امسال را در 16 سال اخیر بی پیشینه می دانند. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. شورشیان لیبیایی از تصرف شهر بریقه خبر می دهند. شورشیان ادعا دارند که روز شنبه پس از نبردهای سخت توانستند که این شهر را به دست آورند. این پیشروی ها در حالی است که به تازگی شورشیان از تصرف شهرهای زاویه و زلیتان نیز خبر دادند. در همین حال سفیر تازه شورشیان لیبیایی در واشنگتن می گوید که حکومت معمر القذافی تا چند روز دیگر برخواهد افتاد. شمار تلفات حمله های هوایی اسرائیل بر نوار غزه به 14 تن افزایش یافته است. پس از کشته شدن 8 اسرائیلی در حمله های اخیر در جنوب اسرائیل، جنگنده های این کشور از روز پنجشنبه به این سو نوار غزه را آماج قرار می دهند. در همین حال جنوب اسرائیل امروز یک بار دیگر آماج موشک هایی از نوار غزه قرار گرفت که 3 زخمی بر جا گذاشت. رهبر کوریای شمالی برای یک دیدار رسمی امروز به روسیه رفت. بر بنیاد گزارش ها هدف این دیدار کیم جونگ ایل تلاش برای به دست آوردن کمک های مالی و غذایی از قدرت های منطقه ای گفته شده است. این سفر رهبر کوریای شمالی در حالی انجام می شود که سیلاب های اخیر این کشور را با کمبود جدی مواد غذایی روبرو ساخته است. با این هم چند خبر اقتصادی. بهای مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان افزایش یافته است. شمار از آگاهان امور دینی میگویند با آنکه مواد خوراکی در بازار فراوان است، اما فروشندگان بدین در نظر داشت انصاف این مواد را به بهای بلند میفروشند. از سوی هم شمار از باشندگان کابل میگویند که از افزایش بهای مواد خوراکی با خودسری فروشندگان به تنگ آمدند. شماری از آگاهان امور دینی میگویند بانک تجارت پیشه پیامبر اسلام بود، اما شریعت اسلامی گران فروشی و زیان رساندن به مردم را ناروا و گناه بزرگ قرار داده است و کسانی که به ویژه در ماه مبارک رمضان به انگیزه سودجویی گران فروشی میکنند گناهکار محسوب میشوند و خداوند از این گونه مسلمانان بیزار است. هر تجار و هر دکانداری که با این فکر وارد مارکت میشه که قیمت مارکت را بالا ببره، قیمت نرخ را بالا ببره به خاطر فایده شخصی خود و ضرر به دیگرا، این حتما الله داخل دوزخ میسازش و در دوزخ هم درکات اماکن مختلف است و هم بدترین جای و مخطرناکترین جای همین مسلمان داخل میشه. از سوی هم شماری از باشندگان کابل میگویند در حالی که مواد به اندازه کافی در بازارها موجودند، اما فروشندگان در ماه رمضان این مواد را به دو برابر میفروشند و آنان توانایی خرید بسیاری از مواد را ندارند. پایش خوارد چه خلقونه در طول مسلمانانو چه خپل ارزخ سره، در خپل قیمت سره، په وخت سره، په ټیم سره خلقته پچه خرسی پچه نه خرسی قیمت فروشیونه کی مثلا په خپل اندازه مطابق باندې او کی پیسې داره خو داره او خوب خریده میتونه، او که نداره هیچ خریده نمیتونه. این در حالی است که پیش از این اتاق تجارت و صنایع نیز از بازرگانان خواسته بود که مواد خوراکی را در ماه مبارک رمضان به کمترین سود در بازارها عرضه کنند، خواسته که ظاهرا نتیجه برعکس داده است. کار ساخت بند سلما در ولایت هرات با کندی به پیش میرد. وزارت انرژی و آب میگوید در حالی که این بند باید 2 سال پیش تکمیل میشد، اما شرکت ایندی که این بند را میسازد ظرفیت لازم را برای ساخت آن ندارد. از همین رو هزینه ساخت این بند از 80 میلیون دلار به 180 میلیون دلار رسیده است.
بند سلماک با دیوار محافظتی به درازی 550 متر و بلندی 107 متر بر فراز دریای هریرود توسط یک شرکت هندی و از کمک های آن کشور ساخته می شود، کار ساخت آن همواره با مشکلات روبرو بوده است. چنانکه وزارت انرژی و آب می گوید که اگر کار این بند به گونه منظم پیش برود، تا یک سال دیگر با ظرفیت ذخیره بیش از 633 میلیون متر مکعب آب به بهره برداری سپرده خواهد شد. هیچ نوع مانی از چی از نظر امنیتی، چی از نظر مداخلات به اصطلاح همسایه ها، از هیچ نگاهی هیچ مانی وجود نداره. فقط تنها مشکل پولی از واسه که کار تا فعلا معطل شده. به گفته وزارت انرژی و آب، بند سلما ظرفیت تولید 42 میگاوات برق را خواهد داشت و آب مورد نیاز 80 هزار هکتار زمین را نیز تامین خواهد کرد. گفته نیست که این بند در 170 کیلومتری شمال شرق هرات در ولسوالی چشت شریف ساخته می شود که با ساخت آن بخشی از آب دریای هریرود که بدون هیچ استفاده به بند دوستی ایران و ترکمنستان می ریزد ذخیره خواهد شد. این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار کابل. یک دلار آمریکایی 47 افغانی و 30 پول، یک یورو 68 افغانی، یک درهم امارات 12 افغانی و 90 پول، از روپی هندی 1100 افغانی، از تومان ایرانی 40 افغانی و 20 پول و از روپی پاکستانی 546 افغانی. با عرض سلام، این همچنان رویداد ورزشی. زهرا خورم و تمیم منگل دو میل پشت فدراسیون وشوی افغانستان با پیروزی در برابر رقیبانشان راهی مرحله نمانه‌های رقابت‌های قهرمانی وشوی جوانان آسیا شدند. در وزن منفی 60 کیلوگرم دختران، زهرا خورم با پیروزی در برابر مبارز فیلیپینی امشب در مرحله نمانه‌های در برابر ورزشکار قزاقستان بر رقابت می‌پردازد. در بخش مردان تمیم منگل میل پشت دیگر کشور با شکست دادن مبارزین عراقی و میانمار در مرحله نمانه‌های امشب به مصاف ورزشکار هنگ کنگ می‌رود. سازمان ملل متحد و سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل فرماندهی پلیس کابل را در بخش ورزش کمک میکنند. قرار است تا 3 هفته دیگر 60 تیم ورزشی در 16 حوزه و 6 ولسوالی شهر کابل با کمک مالی سفارت ایالات متحده آمریکا ساخته شوند. در این حال غلام سخی رحیمی معاون حوزه 101 آسمایی ایجاد تیم های ورزشی را برای دوری از مواد مخدر و تقویت جسمی نیروهای پلیس کار ارزشمندی میداند. فدا محمد ملنگ مشاور سفارت ایالات متحده آمریکا میگوید که جامعه جهانی تلاش میکند بخشهایی را کمک کند که ظرفیت های افغانستان را افزایش دهند. نړیواله ټولنه او په سر کې متحده آمریکا متحده ایالات دوی هڅه کوي چې د افغانستان حکومت سره په هر برخه کې مرسته وکړي چې تر څو پورې د افغانستان د حکومت ظرفیتونه لوړ کړي. ورزش شامل برنامه های حمایوي سازمان های بین المللی در افغانستان نمودیم که از جمله ملل متحد، آیسف و سفارتخانه ورزش در برنامه های انکشافی خود شامل بکنند. یک انسان در هر وظایفی که باشه برو لازم است که همیشه ورزش کنه. این مسئولان میگویند اگر زمینه‌های بهتر ورزش برای نیروهای فرماندهی پلیس کابل فراهم شود، این ورزشکاران میتوانند در کنار پیشبرد وظایف امنیتی در رقابت‌های ورزشی نیز خوب بدرخشند. ورزشکاران ولایت غزنی 28 ماه اسد روز آزادی افغانستان را با برگزاری یک دیدار دوستانه فوتبال گرامی داشتند. در این دیدار که در ورزشگاه ولایت غزنی برگزار شد، تیم‌های الفت و کوشک در برابر هم قرار گرفتند و در نهایت این دیدار 1-0 به سود تیم الفت پایان یافت. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 26. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 26. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 25. و سرانجام در شهر ایراد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 25. این بود خبرها تا این ساعت. اوقات خوش داشته باشید.